پس حالت فیزیکی ها درسته، کربن میره جانشین این میشه، تولید آل میکنه مذاب به اضافه CO2. این تو فرآیند حاله، خیلی هم مهم. از همون ور میریم علاوه بر این، این واقعا تو کتاب 11 در کتاب 11 دقیقا فصل 1 وقتی که به تمرینات دوره‌ای سفر میکنیم، یعنی صفحه 47 اومده گفته SiO2 سیلیس در کنار کربن تولید Si میکنه به اضافه CO، سایز O مهمه و این Si هم L گفته. صفحه چنده؟ 47 11 همین 11 فصل 1، یعنی وقتی که اونجا داره راجع به واکنش پذیری عناصر صحبت میکنه، دقیقا در صفحه 21 دیگه اعداد نمیدونم، صفحه 21 11 گفته این جامده، این جامده تولید CO2 میکنه و جالبه FeS. اولا این سه تا واکنش که در سه جای کتاب نهفتن پراکندن معرف یک چیز هستن سرکار خانم، و اگر طراح کنکور دنبال این نبوده، تو بگو دنبال چی بوده، معرف چی هستن؟ معرف این هستند که من بتونم بگم کربن از سیلیسیوم، آهن و آلومینیوم واکنش پذیرتر و ای صفر کمتری داره. قطعا ای صفر کمتری داشته که تونسته جانشینشون بشه. حالت فیزیکی فوق مهم. یه جمله تو جلسه صفرم گفته بودم از کربن در استخراج جای خالی فلزات، شبه فلزات استفاده میشه که جواب بشه جفتش، چون آل و اف ای فلزن، SiO2 SiO میده سیلیسه. زیباس، ارزنده است، جذابه. یه سری اطلاعات رو تا همینجا هستیم بچه ها دوست دارن بنویسیم. Al2O3 میگه بنویس، میگم بله. میگه Fe2O3 بنویس، میگم بله. میگه Si بنویس، میگم بله. میگه SiO2 هم بنویس. چشم. نام، بوکسیت. چیه؟ اکسیدی، به به، پایدار یعنی واکنش پذیر، کم، بفرما، محکم، پایدار، محکم و سخت میسازه. دوستمون هماتیت، اکسیدی ترد و شکننده، رنگ دانه قرمز، البته رنگ دانه، حالا که یاد گرفتیم بنویسیم، معدنی قرمز، موجود در خاک رس، درصد جرمی در خاک رس بیشتر از درصد جرمی هماتیت در خاک رسه. روکش سیم های فشار قوی
با مغزه. بفرمایین. فولاد کتاب درسی تو 11 گفته. زنگ آهن میشه. Fe2O3 رسوب ترده. به به استاد